هشتم ربیع الاول سالروز شهادت امام حسن عسکری امام 11 شیعیان است. سوگواری شیعیان بنابر سنت تاریخی حتی پس از اتمام ماه‌های محرم و صفر به پایان نمی‌رسد تا آنکه روز هشتم ماه ربیع الاول که به سر می‌آید، ایام سرور و شادی شیعیان به مناسبت شب نهم ربیع الاول نیز فرا می‌رسد. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. امام حسن عسکری علیه السلام، فرزند امام هادی علیه السلام، پدر امام زمان علیه السلام و 11 امام شیعیان در سال 232 هجری در مدینه چشم به جهان گشودند و پس از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 254 به امامت رسیده و در سن 28 سالگی پس از 6 سال امامت در 8 ربیع الاول سال 260 هجری در شهر سامرا و به دست معتمد عباسی به شهادت رسیدند. کنیه ایشان ابو محمد و در بعضی منابع کنیه های ابوالحجه، ابوالحسن و ابوالقائم نیز برای ایشان ذکر شده است. هادی، نقی، زکی، رفیق، خالص و صامت برخی از لقب‌های امام حسن عسکری است، ولی مشهورترین لقب ایشان عسکری است. این لقب به اقامت اجباری ایشان در سامرا اشاره دارد. امام 11 به دستور حاکم وقت در سامرا تحت مراقبت شدید حکومت قرار داشتند و از طریق نمایندگان خاص و از راه نامه‌نگاری با شیعیان در ارتباط بودند. یکی از نمایندگان خاص ایشان که نخستین نایب خاص امام زمان نیز بود، عثمان ابن سعید نام داشت. بنابر منابع تاریخی معتبر، مادر امام حسن عسکری کنیزی به نام حدیث یا حدیثه بوده است. در برخی از منابع نیز نام او سوسن، اصفان و سلیل ثبت شده است. ایشان با بانویی که مادر امام زمان است ازدواج کردند. نام این بانوی بزرگوار را نرجس خاتون و در برخی منابع ملیکا ذکر کردند. همچنین گفته شده است که این بانو نوه قیصر روم و از خاندان شمعون وصیه بلافصل حضرت مسیح است. در مورد تعداد فرزندان ایشان نیز اختلاف نظر وجود دارد، ولی اکثر منابع امام زمان را تنها فرزند ایشان می دانند. سالهای امامت ایشان در شهر سامرا و غالباً تحت کنترل شدید خلفای عباسی سپری شد، به نحوی که ارتباط آن حضرت با شیعیان بسیار محدود و تنها به وسیله وکلای خاص آن حضرت بود. معتمد در ربیع الاول سال 260 هجری قمری به وسیله یکی از نزدیکانش امام حسن عسکری را با زهر مسموم نمود. امام در اثر آن چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند و در این ایام معتمد پیوسته حکیمانی وابسته به دربار خود را بر بالین امام می فرستاد تا آن زهری که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم چنین وانمود نماید که حضرت از بیماری طبیعی رنج می برند. از طرفی ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی، اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرند و رفت و آمدها را به کنترل در بیاورند تا اگر صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و امامت پس از امام حسن دیدند آن را گزارش کنند. بعد از آگاه شدن شیعیان از خبر شهادت حضرت امام حسن عسکری، حاله ای از غم و بهت زدگی فضای سامرا را فرا گرفت و از هر سوی صدای ناله و گریه برخاست. مردم آماده سوگواری و تشییع جنازه آن حضرت شدند. پس از آنکه امام چشم از جهان فرو می‌بندد، معتمد دستور می‌دهد خانه ایشان را بازرسی و کنیزان را زیر نظر بگیرند. اما او نمی‌دانست امام منتظر بیش از 5 سال است که به دنیا آمده و از دید جاسوسان مخفی شده‌اند و برگزیدگان شیعه با ایشان بیعت کرده‌اند.
شهادت حضرت امام حسن عسکری بازتاب فراوانی در سامگا داشت. بازارها تعطیل و دکانها بسته شد. عموم مردم به سرعت و با عجله به خانه امام رهسپار شدند. بنی هاشم، کاتبان، فرماندهان، قاضیان و سایر مردم برای حضور در تشییع جنازه آن حضرت حاضر شدند و شهر سامرا شبیه به عرصه محشر شد. بعد از شهادت آن حضرت، جعفر کذاب، برادر آن حضرت، خواست بر پیکر برادر نماز بخواند که جانشینی خود را ثابت کند، اما دست خدای متعال مکر او را برملا ساخت و همان گونه که امام حسن عسکری علیه السلام پیشبینی کرده بودند شد و حضرت حجت بر پیکر پدر نماز خوانده و این اقدام که خود نشان دهنده معجزه الهی بود، یکی از دلایل اثبات امامت آن حضرت به شمار می رود. امام حسن عسکری در همان اقامتگاه شریف خود در شهر سامرا در کنار مزار پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شدند که تا امروز نیز زیارتگاه مسلمانان است. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.